سخنگوی ریاست جمهوری با استقبال از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد صلح میگوید که ادامه جنگ طالبان مانع اصلی تامین صلح در کشور است. سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که توافقنامه صلح آمریکا با طالبان با مشکلات جدی روبرو بود. با باور ما این پروسه نواقص جدی خود داشت و اگر قرار می بود که این پروسه یا یک وارد یک تفاهم نامه می شدن پیامدهای ناگواری بود که متوجه کشور ما می شد. از این رو ما باید با دقت پیش بریم و تحلیل از خطرات این پروسه را باید دقیق داشته باشیم. سخنگوی ریاست جمهوری می گوید حکومت افغانستان نگرانی‌های خود را در پیوند به توافقنامه صلح آمریکا با گروه طالبان با مقام‌های آمریکایی شریک کرده است و این می گوید که مردم افغانستان خواهان صلحی اند، صلحی که بتواند سبب ختم جنگ و حفظ ارزش‌های 18 سال اخیر شود. طالبان دیر یو خطرناک گروپ زین جور شوی دیر یو ترهگر او داس یو گروپ دی چی دوی هڅ کله د منطقي او د نړۍ په امنیت کې دوی کوم تعهد نه لري او دوی ګواخ دي اصلا. نو دغه ګواخ یوازې هغه وخت لري کېدای شي چې د افغانستان دولت هغه پروسه چې لاس لاندې لري د افغانستان دولت په مشرۍ د افغانستان د خلکو په محوریت هغه مخته یوسو بیا به سوله راشي. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در چند توییت کوتاه نوشته است که پس از حمله روز پنج شنبه طالبان در کابل که سبب کشته شدن یک سرباز آمریکایی و زخم برداشتن 11 تن دیگر آنان شد، دیدار با رهبران ارشد گروه طالبان را لغو و مذاکرات صلح میان آمریکا و رهبران این گروه را متوقف کرده است. طالبان فقط برای تقویت موضع خود و چانه‌زنی‌شان این همه آدم‌ها را می‌کشند. طالبان با این کار فقط روند صلح را بدتر کردند. اگر آنها حاضر با آتش بس در جریان این گفتگو نشدند و حتی خواستند 12 فرد بیگناه را بکشند، پس احتمالاً توانایی مذاکره برای یک توافق هدفمند را هم ندارند. سخنگوی ریاست جمهوری همچنان خواهان بسته شدن دفتر طالبان در قطر است. سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که این دفتر بیشتر سبب امتیاز دادن به طالبان شده است. پس موجودیت این دفتر هم بدون شک زیر سوال است. این دفتر همکارای ما کشورهایی که با ما در تماس هستند یا همکار صلح افغانستان هستند همگی با این باور بود که با دادن یک امتیاز سیاسی برای طالبان اینا وادار به ختم جنگ شوند، اما متاسفانه برعکس این کار نشد. اعضای گروه طالبان در قطر پس از اعلام ترامپ در پیوند به متوقف کردن مذاکرات صلح نشست اضطراری برگزار کردند. برخی خبرنگاران در قطر به نقل از مقام‌های غربی گزارش دادند که رهبران طالبان در قطر ممنوع الخروج شدند و آمریکا به حکومت قطر امر شفاهی داده که این افراد نزد شما امانت است و حق بیرون شدن را ندارند.